هوموس یه پیشغذای لبنانیه. میخوایم با همدیگه اینو آمادش کنیم که خیلی هم مقویه. سلام به همگی. خوشحالم که با یه آموزش جدید دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوایم با همدیگه هوموس آماده کنیم. هوموس یه نوع پیشغذایی که در کشور لبنان سرو میشه و کشورهای عربی مدیترانه. میخوایم با همدیگه بریم برای تهیه این غذا. موادی که برای درست کردن هوموس نیاز داریم: نخود حدود 1.5 پیمانه که اینو از یه روز قبل خیسش میکنید کامل، چند بارم آبش رو عوض میکنید. وقتی که خیس کردین الان آبش رو جدا میکنید و باید این نخود پخته بشه. ارده 3 قاشق غذاخوری، سیر 3 حبه، لیمو ترش 1 عدد، فلفل پاپریکا نصف قاشق چای خوری، نمک و فلفل به میزان لازم، یخ 3 تکه کوچیک، روغن زیتون به میزان لازم. نخودمون رو به مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه می‌ریزیم تو آب با نمک و فلفل، می‌ذاریم تا پخته بشه. نخودای ما کاملا پخته شده. حالا ما میخواییم اینو بریم برای آماده سازی. یه مقدار از آب نخود رو نگه دارید، به اندازه 4 تا 5 تا قاشق غذاخوری. نخودا رو به این صورت فشار میدید و پوستش کامل در میاد. پوستش رو جدا میکنید. همه نخودا باید پوستشون کنده بشه. فقط یه نکته است که میخواستم بهتون بگم، اینه که نخوداتون تا گرمه پوستش خیلی راحت‌تر کنده میشه. وقتی سرد بشه، بذارین کنار سرد بشه، خیلی سخته جدا کردن پوستش. تو همون حالت گرمایی که داره پوستش رو ازش جدا کنید. الان نخودای ما پوست کنده شده، آماده است. میخواییم بریم برای میکسش. حالا تو غذا ساز میتونی یا مخلوط کن، هر دو فرق نمیکنه. نخودامونو میریزیم داخلش. فلفل پاپریکا داشتیم، نصف قاشق چای خوری اونو داخلش می‌ریزیم. 3 تا حبه سیر داشتیم. نمک و فلفل سیاه به میزان لازم. و 1 عدد لیمو ترش. آب لیمو ترش داخلش می‌ریزیم. سه تا قاشق ارده داشتیم. سه تا تیکه یخ هم داشتیم. این یخ باعث میشه که اینا نبرن. میندازیم داخلش و حالا مخلوط کنتون رو به مدت 1 دقیقه روشن میکنیم. آب نخود داشتیم. فعلا 2 تا قاشق بیشتر نریزیم. چون اگه زیاد بریزین شل میشه، دیگه نمیشه پاشه. این هوموس ما برای سرو کردن آماده شده. ببینید باید غلظتش به این حد برسه. نباید زیاد شل بشه که باید داخل بشقاب می‌ریزید بشه تزیینش کرد. حالا میریم برای ریختن داخل بشقابمون. الان هوموس ما آماده شده برای سرو کردن. فقط باید روغن زیتون به اندازه دلخواهتون بریزید. من یه حفره وسطش ایجاد کردم، با ته قاشق یه مقدار روغن زیتون می‌ریزم و تزیینش هم به دلخواه خودتونه
که چجوری میخواین تزئینش کنید. فقط روغن زیتون فراموش نشه. هوموس ما آماده شده. دوست دارم که شما هم اونو درست کنید و در کنار خانواده ازش لذت ببرید.